Al-Qaeda has a new home base. It is the Islamic Republic of Iran. وزیر خارجه آمریکا میگوید ایران خانه جدید القاعده است. در 60 دقیقه امشب میپرسیم دولت ترامپ در آخرین روزهایش به دنبال چیست؟ با یک پژوهشگر امور اطلاعاتی و ضد تروریسم و یک تحلیلگر روابط بین الملل گفتگو خواهیم کرد. در ادامه برنامه امشب. بدبختی اینه که پکیج ما با برق کار میکنه، از یه طرف هم سرماست، همین که برق نداریم. خاموشی در تهران و چند شهر ایران، مقام‌ها مسئولیت قطعی برق را به گردن نمی‌گیرند. نمی‌دونیم چقدر سخته. 10 سال بچه‌مو ندیدم. داستان 124 ایرانی سرگردان در زندان‌های مالزی، ناامیدی و دوری از خانواده بعضی را به مرز خودکشی کشانده. همزمان با این حادثه در همون ساعت هممون مرده‌ایم. و بی سرانجامی پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراین، پدر و مادر نیلوفر ابراهیم میگویند چیزی جز عدالت نمیخواهند. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا که کمی بیشتر از یک هفته به پایان کارش مانده میگوید ایران تبدیل به پایگاه تازه القاعده شده و رهبران این گروه تندروی اسلامی زیر چتر حفاظتی رژیم ایران فعالیت میکنند. پومپو میگوید ایران بیش از 5 سال پیش به القاعده اجازه داده دفتر مرکزی خود را در تهران دایر کند و همکنون معاونان ایمن الظواهری رهبر این گروه آزادانه در ایران زندگی و فعالیت میکنند. ادعاهایی که با واکنش سریع وزیر خارجه ایران مواجه شد. محمد جواد ظریف سخنان همتای آمریکاییش را دروغ‌های جنگ‌افروزانه خواند و گفت چنین ادعاهایی ساختگی است. چرا دولت ترامپ در آخرین روزهای حضورش چنین اتهامی را مطرح می‌کند؟ آیا دوباره جنگ بر سر ایران سایه افکنده یا هدف از این کار ناکام کردن دیپلماسی است؟ سیاستی که دولت بعدی آمریکا گفته می‌خواهد در قبال ایران در پیش بگیرد. بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از شبنم شعبانی. سخنان وزیر خارجه آمریکا. با یک داستان کوتاه شروع می کنم. شاید شماها اسم ابو محمد المصری رو شنیده باشید. نفر دوم القاعده. نیویورک تایمز گزارش کرد او در تهران کشته شده. کمتر از 10 روز مانده به پایان کارش، مایک پومپو ایران را به ارتباط با القاعده متهم می کند. به گفته او بر مبنای اسنادی که به تازگی از طبقه بندی محرمانه خارج شده. امروز برای اولین بار مرگ او را در 7 اوت تایید می‌کنم. القاعده یک پایگاه جدید دارد و آن جمهوری اسلامی ایران است. القاعده حدود 3 دهه است که با تهران رابطه دارد، همانطور که تحقیقات 11 سپتامبر این را نشان داد. در اوایل دهه 90 عوامل القاعده به ایران سفر کردند، به دره بقا در لبنان، جایی که قلب حزب الله است. در دوران قبل از 11 سپتامبر به ماموران مرزی گفته شده بود که پاسپورت ماموران القاعده را هنگام ورود و خروج مهر نزنند، زمانی که از افغانستان به ایران سفر می‌کردند. 2 ماه پیش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گزارش کرده بود که اسرائیل به نیابت از آمریکا یکی از مقام‌های بلندپایه القاعده را در تهران کشته. فردی به نام ابو محمد مصری با نام واقعی عبدالله احمد عبدالله از مزنونان اصلی بمب‌گذاری‌های 22 سال پیش سفارت‌های آمریکا در کنیا و تانزانیا. بر مبنای آنچه آمریکا و پیش از آن نیویورک تایمز گفتند، مصری اواسط تابستان امسال درست در سالگرد این بمب‌گذاری‌ها همراه دخترش مریم که همسر حمزه پسر اسامه بن لادن بود در تهران کشته شد. مصری بعد از ایمن الظواهری مرد شماره 2 القاعده بود. جزئیات حضور او در ایران با وجود همه اطلاعات تازه هنوز روشن نیست. گفته می شود او سال 2003 در ایران بازداشت بوده. اما امسال وقتی کشته شد در محله پاسداران تهران آزادانه زندگی می کرد. هرچند که حالا منابع اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل می گویند از مدت ها پیش او را زیر نظر داشتند. ما خبر نداشتیم، یه دفعه دیدم گفتن که این بالا تیراندازی شد و اینا. تا ما رفتیم دیدم بنده خدا
در واقعی که به نظر می رسد به قتل او در تهران اشاره داشته باشد، منابع غیر رسمی ایرانی کشته شدن پدر و دختری به گفته آنها لبنانی را در محله پاسداران تایید کردند. جنازه دوتا بودن؟ دوتا بودن. یا آقای خانم؟ یه خانم یا. اما مقام های رسمی گفتند اعضای بلندپایه القاعده در تهران حضور ندارند. این واکنش وزیر خارجه ایران به سخنان مایک پومپئو، میگوید هیچ کس گول این حرف ها را نمی خورد. تمام تروریست های 11 سپتامبر از کشورهای مورد علاقه آقای پومپئو در خاورمیانه آمدند و نه از ایران. همه چون آمریکایی‌ها تو کتاباشون نوشتن این اومد. این اما سخنان سعید قاسمی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران درباره ارتباط نیروهای ایرانی و القاعده در زمان جنگ بوسنی. ولی واقعیتش اینه که در بوسنی تو بر قلب اروپا اتفاقاتی افتاد که حضور ما و به تبع ما القاعده که اومد، ما هم یه مدت با خود القاعده ای ها در بوسنی و هرزگوین که استیل ما رو گرفته بودن، از سربند و پرچم گرفته، گردان فلان گردان فلان، اینها همون استیل رو بودن. اونها هم اومدن اونجا، شاهدین از سر تا سر دنیا، اونایی که میتونستن آزاده ها اومدن اونجا. یه اتفاق جدیدی رقم خورد، تشکیل یگان های جهادی مسلمان. خورشید دولت فعلی آمریکا در حال غروب است. آنچه اما امروز این دولت از طبقه بندی محرمانه بیرون آورد، به احتمال زیاد اگر مانعی پیش روی دولت جدید برای مذاکره با ایران نباشد، به پشتوانه افکار عمومی آمریکا سنگی پیش پای آن خواهد بود. شبنم شعبانی، بی بی سی. ماتیو لویت با ماست، پژوهشگر امور اطلاعاتی و ضد تروریسم در مؤسسه واشنگتن از شهر واشنگتن دی سی. آقای لویت تمرکزشون روی فعالیت گروه‌های شبه نظامی در خاورمیانه است و یک دهه پیش هم مقاله‌ای نوشتن به نام معمای ایران و القاعده و همچنین هم کتاب‌هایی دارن درباره حزب الله و حماس. آقای لویت خیلی خوش آمدید به برنامه. آقای پومپئو گفتند که این اطلاعاتی رو که امروز دادند و اتهامی که علیه ایران مطرح کردند رو بر اساس اسنادی که از طبقه بندی خارج شده گفتند. چرا باید صبر می‌کردند تا این اسناد از حالت طبقه بندی خارج بشه؟ در مورد زمان بندی این اعلام چه میشه گفت؟ Thank you for having me. متشکرم از دعوت شما. سوال اینجا نیست که صبر کنیم، باید صبر می‌شده برای خارج از طبقه بندی شدن اسناد، بلکه چرا الان تصمیم گرفتن که این اسناد رو از طبقه بندی خارج کنن. و فکر می‌کنم این تصمیم که این کنفرانس خبری رو امروز داشته باشن در پایان دولت ترامپ، فکر می‌کنم که آخرین تلاش این دولت بوده برای اینکه تاکید بگذاره روی موضع خودش در مورد ایران و دیدگاه خودش نسبت به ایران به عنوان کشوری که خطرناکه از جهات مختلف و نه فقط از جهت هسته‌ای. آقای پومپئو میگه که ایران تبدیل به خانه جدید القاعده شده. چقدر این حرف رو شما باور میکنید؟ چقدر فکر میکنید اغراق ممکنه در اون باشه؟ فکر میکنم واقعا همینطوره که ایران حمایت در طول سالها کرده از القاعده. بیشتر چیزهایی که آقای پومپئو امروز گفت چیز تازه‌ای نبود، حرف درستی بود ولی صحت داشت، اما جدید نبود. اما چیزی که امروز اضافه کرد نه فقط تایید این بود که محمد المصری در ایران کشته شده، و اما این رو هم اضافه کرد که حمایت ایران از القاعده از حدود سال 2015، از حدود 5 سال پیش بیشتر شده. او در واقع این رو اذعان کرد که ایران تا اون زمان خیلی از نزدیک داشت القاعده رو تحت نظارت خودش داشت، تحت کنترل خودش داشت، اما به گفته او و اسنادی که از طبقه بندی خارج شدن، از اونجا به بعد ایران به القاعده اجازه حرکت بیشتری داد، به اونها اجازه سفر کردن داد، به اونها اسناد سفر ارائه کرد و دو فرد خاص به ویژه یاسین السوری و عبدالرحمن المغربی رو، اسمشون رو در همین راستا امروز شنیدیم از آقای پومپئو.
خبرگزاری هایی که خبر صحبت های آقای پومپئو رو کار کردن همگی اشاره کردن که آقای پومپئو امروز شواهد محکمی ارائه نکرد برای صحبتی که کرد. شما در این زمینه تحقیق کردید و فکر میکنید که همینطوره، یعنی ایران تبدیل شده به خانه جدید القاعده. چه شواهد محکمی واقعا وجود داره که عربستان، پاکستان، ترکیه و حتی سوریه که بسیاری از کارشناسان معتقدند سوریه امروز جاییست که القاعده بیشترین فعالیت رو در اون داره، اونجا فعال نیست و ایران ممکنه که خانه جدید القاعده باشه؟ So let's be clear. Al-Qaeda operates in خیلی روشن بگیم، القاعده در جای مختلفی فعالیت داره و این گفته آقای پومپئو است که ایران تبدیل شده به خانه جدید القاعده، نه گفته من. اما فکر می‌کنم که اون اعلان جایزه‌ای که برای فعالان القاعده کردن بعد از صحبت‌های امروز آقای پومپئو خیلی بیشتر قضیه رو توضیح میده. این اطلاعاتی که در اون می‌بینیم، در اون اعلان جایزه می‌بینیم راجب یاسین السوری، راجب عبدالرحمن المغربی، این توضیحات بیشتری به ما میده که رابطه ایران با القاعده در حال حاضر چطوره. و شاید بهتر می‌بود که آقای پومپئو هم در گفته‌های خودش این اطلاعات رو شامل می‌کرد. اما اینکه وقتی میگه که ایران تبدیل شده به یک افغانستان جدید برای القاعده و اجازه میده که نیروهای القاعده فعالیت بیشتری داشته باشن بدون اینکه اونها رو علنا محکوم کنه و با اونها اجازه آزادی عمل بیشتری میده، این رو باید ببینیم که چه پیامدهایی خواهد داشت. 10 سال پیش شما مقاله ای نوشتید و در اون اشاره کردید که ایران اجازه میده که نیروهای القاعده از کشور رد بشن و بدون زدن مهر در پاسپورت های اونها اجازه میده که به افغانستان سفر بکنند. آیا امروز 10 سال بعد شرایط تغییر کرده یا همچنان آقای پومپئو وقتی که این صحبت ها رو میکنه بر اساس همین ادله داره اینها رو میگه؟ Well, Secretary Pompeo offered an assessment over time. آقای پومپئو یک ارزیابی کلی در از گذشته تا به حال ارائه کرد و از جمله استفاده کرد از شواهدی که من و همکارم حدود 1 دهه پیش ارائه کرده بودیم. وقتی که او داشت در مورد حمایت گذشته ایران از القاعده صحبت میکرد به اون اسناد و شواهد اشاره کرد. اما بعد از اون از مرحله جدیدی که ایران آزادی عمل بیشتری به گفته او داره میده به نیروهای القاعده، من فکر میکنم این چاین اهمیته که او اشاره کرد که ایران در یک مقطعی کنترل بیشتری داشت اعمال میکرد روی فعالیت‌های القاعده در داخل کشورش. اما چیز جالبی که او اضافه کرده الان اینه که سال 2015 ایران دستاشو برد بالا و دیگه از اونجا به بعد اجازه داد که القاعده از قلمرو ایران استفاده کنه برای جمع‌آوری منابع مالی، برای برنامه‌ریزی عملیات خودش در آینده، به شرطی که اون عملیات در داخل خاک ایران انجام نشن. 1 سال پیش هم آقای پومپئو این صحبت‌ها رو در کنگره آمریکا مطرح کرد، اما همون زمان دیگر مقام‌های آمریکایی از جمله وزیر دفاع پیشین آمریکا در اون جلسه شرکت کردند و رد کردند این مسئله رو. فکر می‌کنید ممکنه که آقای پومپئو این مسئله رو الان تنها برای این مطرح کرده باشه که دولت بعدی آمریکا کار رو برای اینکه دیپلماسی رو از سر بگیره با ایران سخت‌تر کرده باشه؟ I do think that the timing من فکر میکنم که زمان این صحبت ها دقیقاً چند روز قبل از پایان دولت ترامپ در واقع نقشش، یعنی هدفش اینه که یک بیانیه نهایی ارائه کنه از جانب دولت ترامپ با این مضمون که ایران نه فقط یک مشکل هسته‌ای است بلکه یک مشکل تروریستی است، یک مشکل از نظر فعالیت‌های شوم و
مخرب منطقه است. من فکر میکنم که این واقعیت داره. فکر میکنم که زمانبندی این قضیه خب یک مقدار هدف سیاسی و تأثیر سیاسی هم شاید درش مد نظر بوده باشه، اما فکر نمی کنم که از این نظر جواب بده، چون که جزئیات کمی امروز ارائه کردن و خب چیزی که از جانب دولت ترامپ بیاد، دولت بعدی اون رو تا حدی با اکراه و با یک مقدار فاصله سعی میکنه که باش برخورد کنه. ممنونم از شما. متیو لوید، پژوهشگر امور اطلاعاتی و ضد تروریسم در مؤسسه واشنگتن با ما. اما برای بحث بیشتر در این مورد، محسن سورتوس، پژوهشگر روابط بین الملل و علوم سیاسی دانشگاه کوینزلند از بریزبن استرالیا به ما پیوسته. آقای سورتوس، فکر می‌کنم اول باید به شما فرصت بدم تا واکنش خودتون رو به صحبت‌های آقای لوید بگی تا بعدتر سوالامو مطرح کنم. درود بر شما. ولی خب صحبت آقای لوی هم برگرفته فکر میکنم از همون محل کارشون هست. ایشون به هر حال عضو اندیشکده های خیلی تندرو و غالبا ضد ایرانی در واشنگتن هستن و همون حرفای آقای پومپو رو مطرح کردن، اما بدون ارائه هیچ گونه مدرک غیر قابل انکاری که بشه واقعا ثابت کرد همکاری بین ایران و نیروهای القاعده بوده، اونم در سطح عملیاتی. و نکته که اینجا هم در صحبت‌های آقای پومپو و هم در صحبت‌های مهمانتون به نظر من مشترک است، این که دو تا موضوع رو دارن به نوعی خلط مبحث میکنن و ازش استفاده میکنن. یکی حضور اعضای القاعده در ایران که متفاوت است از همکاری و سطح عملیاتی که دارن در موردش صحبت میکنن بین القاعده و تهران. تهران این رو هم رد میکنه، میگه حتی درباره کشته شدن ابو محمد مصری هم اونها میگن که نه، چنین کسی در ایران نبوده. اون رو رد میکنه، اما فکر میکنم شما این رو میپذیرید که به هر حال القاعده در سطحی حضور داره در ایران. ببینید، در مقطعی بله، اعضای القاعده در ایران حضور داشتن. بعد از سال 2001 و حمله به افغانستان، برخی از اعضای القاعده از ایران خواستند که اجازه عبور از ایران رو داشته باشن به سمت عراق، و با شروطی که ایران تعیین کرد که یکیش منع استفاده از تجهیزات رادیویی بود، این اجازه رو به اعضای القاعده داد که از ایران عبور کنند. برخی از اینها از ایران خارج نشدند، ایران عده از اینها رو دیپورت کرد، برگردون به کشورهای خودشون، حالا یا عربستان یا افغانستان و یا هر کشور دیگه‌ای که آمده بودند. و در سال 2002 و 2003 اتفاقا برخی از اینها رو دستگیر کرد که با همکاری خود آمریکایی‌ها بود. اتفاقا این تماس‌های بین ایران و آمریکا برقرار شد در مورد اینکه حالا با این اعضای القاعده چه خواهد کرد. اما در میان کسانی که در ایران میشه گفت در حصر خانگی قرار گرفتن، همسر بن لادن به گفته بر اساس اسنادی که در CIA و مرکز اطلاعات آمریکا منتشر شد، همسر بن لادن، پسرش حمزه و خانواده حمزه در ایران بودند تا سال 2009 و 2010 که نهایتاً ایران اینها رو با یک نفر از دیپلمات‌های خودش یا افراد خودش در پاکستان که به گروگان گرفته شده و توسط گروه‌های وابسته به القاعده اینها رو تعویض کرد. بعد از اون ما دیگه خیلی شواهدی نداریم از حضور افراد بلندپایه القاعده در ایران، اما حتی همون حضور افراد خانواده بن لادن در ایران هم بحثی بود که بسیار متفاوت بود از همکاری‌هایی که ایران با سایر گروه‌های شبه نظامی داره. ببینید، حضور اعضای القاعده در ایران اصلا در چارچوب همکاری استراتژیک ایران با گروه‌های نیابتی خودش قرار نمی‌گیره. ایران به اعضای القاعده ارزش عملیاتی قائل نبود، بیشتر اینها رو به عنوان یک سری مهره‌های خرج کردنی در ایران نگه داشته بود. کما اینکه در سال 2003 پیشنهاد تعویض اعضای القاعده رو با اعضای مجاهدین خلق در عراق به آمریکا داد که دولت جورج بوش با این موضوع مخالفت کرد. بنابراین هیچ وقت ما سطحی از همکاری استراتژیک یا برنامه‌ریزی برای انجام عملیات تروریستی که مشترک بین ایران و القاعده باشه ندیدیم. مجوزی رو کنگره بعد از حملات 11 سپتامبر به رئیس جمهوری آمریکا داده که بر اساس اون میتونه در شرایط اینچنینی حملاتی رو انجام بده، و خیلی ها الان نگران هستن که ممکن هست که رئیس جمهوری آمریکا بخواد از اون مجوز استفاده بکنه. فکر میکنید امکان رویارویی نظامی وجود داره، یا اینکه آمریکا، دولت آمریکا تنها میخواد کار رو برای دولت بایدن سخت‌تر کنه؟
با توجه به اینکه واکنش های زیادی به صحبت های آقای پومپو نشون داده شده ته همین چند ساعت و البته این بار اول این سال 2018 هم آقای پومپو همین ادعاها رو مطرح کرد، باز هم بدون اینکه بخواد شواهدی ارائه بده و همون موقع هم خیلی برخوردهایی شد و صحبتهایی شد که اینها فقط در حد ادعاست و باز هم نتونست دولت آقای ترامپ هیچ شواهدی ارائه بده که بتونه دلیلی باشه برای استفاده از قانونی که کنگره قبلا برای حمله به القاعده تصویب کرده بود. من گمان میکنم این بیشتر یک نوع بیانیه سیاسی بود. به هر حال آقای پومپئو ناکامی هایی داره در این چند سالی که وزیر امور خارجه آمریکا بوده. سیاست فشار حداکثری که ایشون با 12 تا بند برای ایران تعیین کرده بود، هیچ کدوم به اون اهدافی که میخواست نرسید و صحبت از این هستش که کابینه آقای بایدن بسیار مایل هست که برگردن به برجام. به نظر میاد این بیشتر یک حرکت سیاسی بود که کار رو سخت میکنه برای کابینه آقای بایدن و احتمال برقراری ارتباط بین تهران و واشنگتن رو ضعیف بکنه یا کار رو خیلی سخت کنه. ممنونم از شما. محسن سلطوس، پژوهشگر روابط بین‌الملل. خبرگزاری های ایران از قطع چند ساعته برق در تهران و چند شهر دیگر از جمله اصفهان، کرج، عراق، مشهد و سمنان خبر دادند. تسنیم میگوید دلیل این محدودیت های سوخت‌رسانی و خروج یکی از واحدهای نیروگاهی تهران از مدار بهره برداری بوده، اما بعضی دیگر از مسئولان تقصیر رو به گردن مصرف بالای خانگی میندازند. شرکت نیروی برق ایران توانیر گفته قطعی برق برنامه‌ریزی شده نیست و از مردم خواسته در مصرف صرفه‌جویی کنند. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. قطع گسترده برق در تهران و چند شهر دیگر، یادآور دوران جنگ ایران و عراق. شرکت توانیر میگوید دلیلش افزایش مصرف خانگی و محدودیت سوخت تحویل داده شده به بعضی نیروگاه هاست. توانیر گفته این خاموشی ها برنامه ریزی شده نیست. قطع برق اینجا دو بار در تهران در یک روز. امروز یه بار صبح ساعت الان ساعت دقیقا 20:08 شبه، یه بار 10 صبح برق رفت تا ساعت 12:30، یعنی 2 ساعت و نیم قطعی داشتیم و الانم دوباره ساعت 7:30 شب برق رفته. مطمئنا 2 ساعت، یعنی تو اوج کار کاسبا و مغازه‌دارا و فروشنده‌ها. قطع برق فقط در تهران نبود، در استان آذربایجان شرقی با یک نیروگاه 650 مگاواتی هست که چندین ماه هست نیروگاه این شهرستان مازوت میسوزونه. هم و این هم ویدیویی از مشهد. کلاً برقای منطقه نیم ساعته که قطع شده. عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، گفته بود خاموشی بهتر از این است که نیروگاه‌ها با سوزاندن مازوت برق تولید کنند. او به زمان جنگ ایران و عراق هم اشاره کرده بود که روزی 7 یا 8 ساعت برق قطع می‌شد. هوای تهران و چند شهر بزرگ دیگر ایران هفته هاست آلوده است. یکی از دلایل آن استفاده از مازوت یا نفت کوره در نیروگاه ها و کارخانه هاست. حکومت ایران میگوید به دلیل تحریم نمیتواند مازوت را صادر کند و باید آن را در ایران بسوزاند. از طرف دیگر نیروگاه ها با سرد شدن هوا و افزایش مصرف گاز برای جلوگیری از کاهش تولید به سمت سوزاندن مازوت میروند. اما باز هم بخشی از تقصیر به گردن مردم افتاده. این صحبت‌های مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق. در برخی از نقاط کشور مجبور به اعمال محدودیت و خاموشی شدیم که دلیل اصلی آن افزایش مصرف گاز خانگی و محدودیت تحویل سوخت به نیروگاه است. صرفه‌جویی 10% مردم در مصرف گاز طبیعی می‌تواند از خاموشی جلوگیری کند. مقام‌های مختلف بارها گفتند خاموشی‌ها، افزایش مصرف و آلودگی هوای تهران و شهرهای دیگر به دلیل مصرف بیش از اندازه مردم است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت یکی از آنهاست. اما در مقابل بهاره آروین، عضو شورای شهر تهران، دلیل را چیز دیگری می داند. این که به مردم گفته می شود گاز و برق کمتر مصرف کنید تا مازوت سوزانده نشود صحیح نیست. هیچ کس نمی گوید مصرف کنندگان گاز و برق در کشور صنایع هستند. باید فیش برق و گاز ساختمان های دولتی که چندین برابر فیش ساختمان های خانگی است منتشر شود. در این میان این مردم هستند که به دلیل قطعی برق و آلودگی هوا به مشکل برمیخورند. از جمله محمد، مخاطب بی بی سی. همیشه مجبوریم به انتخاب بین بد و بدتر، بین روحانی و قالیباف، بین بیبرقی و مازوت. تا کی این وضعیت ادامه داره و کی حکومتی میاد سر کار که منفعت مردم، منافع مردم براش اهمیت داره معلوم نیست. این هم ویدیویی که یکی از مخاطبان برای ما فرستاده. برق ماست. من کارم اینترنته.
الان دو سه ساعت نزدیک 2 ساعت من نشستم اینجا تا برق بیاد دوباره برم سر کارم. بدبختی اینه که پکیج ما با برق کار میکنه، از یه طرف هم سرماست، همین که برق نداریم. اینا 70-80 دیگه. بعضی هم استخراج بیت کوین را دلیل بالا رفتن مصرف برق در این روزها دانستند. سخنگوی صنعت برق ایران گفته بالا رفتن نرخ بیت کوین موجب افزایش تعداد استخراج کنندگان شده. او از مردم خواسته مراکز غیرقانونی استخراج را معرفی کنند و تا 20 میلیون تومان جایزه بگیرند. با این حال پرویز قیاس‌الدین دبیر سندیکای تولید کنندگان برق این فرضیه را رد کرده و گفته مشکلات ناشی از کاهش تولید برق نیروگاه هاست و ربطی به مصرف ماینرها ندارد. جا برج میلاد بوده اصلا دیده نمیشه. دلیل خاموشی ها و افزایش مصرف هرچه هست مقام های حکومت تا اینجا مسئولیتی قبول نکردند. 23 دی فاجعه است. آلودگی هوا گریبان شهروندان تهرانی و دیگر شهرها را گرفته و تنفس این بدیهی ترین حق را برای آنها سخت کرده. فرین آسمی، بی بی سی. هادی چاوشی با ما هست، روزنامه‌نگار اقتصادی از روم. آقای چاوشی، مطلبی در وبسایت بی بی سی فارسی با عنوان آلودگی هوای تهران، آیا مصرف مازوت در نیروگاه‌ها باعث افزایش آلودگی شده، نوشتن که میتونید اون رو بخونید. آقای چاوشی، ابتدا آلودگی هوا رو داشتیم و حالا قطعی برق رو. چقدر فکر می‌کنید واقعا اون اعتراض‌هایی که به مصرف مازوت شد باعث شده که حالا عملاً دولت تصمیم بگیره که برق رو قطع بکنه؟ ببینید، مسئله تأمین انرژی برق یه موضوع به شدت سیاسیه. یعنی اگه یه حکومتی نتونه برق رو برای شهرنداش تأمین کنه، خیلی زود نارضایتی‌های سیاسی مقابلش ایجاد میشه. حالا این شرایط رو برای ایران در وضعیتی در نظر بگیرید که همین حالاش هم سرمایه اجتماعی حکومت خیلی پایینه. بنابراین اینو به عنوان فضای بحث مد نظر قرار بدیم. اما درباره انرژی، ما ببینیم مشکل اصلی تو قیمت انرژی تو ایران اینه که به شدت نسبت به قیمت‌های جهانی پایینه و یارانه خیلی زیادی بهش داده میشه. قیمت گذاری انرژی در ایران دو تا مشکل همزمان ایجاد کرده. از طرف عرضه هیچ توجیه اقتصادی برای سرمایه گذاری در این صنعت دیگه وجود نداره. چون حتی اگه گاز رو که خیلی از نیروگاه‌های ما گازسوز هستن مجانی در اختیار یه نیروگاه قرار بدن، هزینه انتقال و کابل و پست برق و اینا رو هم صفر اصلا در نظر بگیریم، بازم نیروگاه برق بیش از 100% تو ضرر قرار داره. همون نقطه شروع. خود دولت هم دیگه پولی برای سرمایه گذاری جدید تو این حوزه نداره. این طرف عرضه. تو طرف تقاضا، وقتی دولت با سیاست‌های اقتصادیش تورم شدیدی ایجاد کرده اما در همون حال قیمت برق و گاز و حتی اینها رو پایین نگه داشته، یعنی قیمت واقعی انرژی رو کم کرده، کاهش قیمت هم به مصرف کننده این سیگنال رو میده که مصرفت رو زیاد کن. هم در مورد گاز هم در مورد برق ما این مشکل رو داریم. آقای زنگنه وزیر نفت ایران اخیراً گفته بود افزایش 15% مصرف گاز خانگی غیر منتظره بوده، ولی نه، واقعا کاملا قابل پیش بینی بود، چون اقتصاد با انگیزه ها کار میکنه و انگیزه افزایش مصرف بر اساس اون سیگنال قیمتی ایجاد شده. خیلی ها اشاره کردن به این که این اقداماتی برای ماین کردن بیت کوین و مراکزی که درست شده برای اینکه بیت کوین استخراج بکنن باعث این مسئله شده. چقدر فکر می‌کنید این به واقعیت نزدیکه؟ ببینید، درباره بیت کوین و اینا مثل خیلی چیزهای دیگه تو ایران ما آمار واقعی رو که نداریم. وزیر نیرو امروز به گفته به طور رسمی و قانونی حدود 300 مگاوات برق برای بیت کوین مصرف میشه که زیر 1% حدود 7.8% از مصرف روزانه ایران تو زمستونه. حتی اگه 2 برابر این رقم هم در نظر بگیریم میشه 1.5% مصرف برق ایران، که بازم رقم زیاد و تاثیرگذاری نیست، مگه اینکه واقعا کسی تو کشور داره در ابعاد بی سابقه بیت کوین استخراج میکنه که با توجه به تبعات سیاسی امنیتی که اشاره کردم قطع برق داره. به نظرم یه کمی بعیده زیر گوش دولت و در بی اطلاعی دولت چنین کاری انجام بشه. ولی توجه داشته باشید اینجا باز نقش انگیزه ها رو داریم میبینیم. قیمت برق خونگی تو ایران به طور میانگین حدود 200 تومان در هر کیلووات ساعته. تعرفه برق بیت کوین 1000 تومانه که میشه حدود 4 سنت. بازم ولی این رقم نسبت به قیمت منطقه‌ای به شدت پایین‌تر. قیمت برق خونگی تو ترکیه حدود 10 سنته. وقتی شما برق رو اینقدر ارزون عرضه می‌کنی، نباید تعجب کنی که یه کسایی حاضر بشن حتی ریسک استفاده غیر مجاز و به جونشون بخرن و مشغول استخراج بیت کوین بشن که می‌دونیم قیمتش هم بسیار زیاد شده این روزها.
ولی در این حال میدونیم که ایران در طول چند سال گذشته نیروگاه‌های تولید انرژی زیادی ساخته، یعنی در این حال فعالیت خیلی بزرگی در این عرصه انجام شده و این رو در صحبت‌های مسئولان ایرانی هم می‌بینیم. بنابراین چرا باز مشکل ایجاد میشه؟ آیا کمبود گاز یا مسائل دیگه در واقع دامن زده به این مشکل؟ ببینید، مسئله سرمایه‌گذاری تو صنعت برق واقعا یه مسئله مهمه، ولی توجه داشته باشید همین تو همین هاگیر و واگیری که ما الان داریم درش درباره برق به سر می‌بریم، دولت اومده گفته من می‌خوام برق 30 میلیون نفر رو که کم مصرف هستن رایگان کنم، بعدن گفتن اینا رو به آب و گاز هم تسری می‌دیم. این طرح ظاهرش مشوق صرفه‌جوییه، ولی اولا ممکنه سرجمع مصرف انرژی کشور رو زیاد کنه که حالا اگه خواستیم میتونم راجع به سازوکارش توضیح بدم، ولی علاوه بر اون حتی اگه مصرف رو افزایش نده، بار مالی جدیدی که رو صنعت تولید و توزیع برق وارد میکنه، نتیجهش در واقع همون کاهش بیشتر در تولید برق. وزیر نیرو هم که باید لااقل تا یه حدودی طرفدار صنعت برق باشه، ولی میاد با افتخار راجع به این حرف میزنه. من اینو اضافه کنم، مردم ایران حق دارن که دلشون نخواد پول زیاد بابت انرژی بدن، چون میگن خیلی چیزهای دیگر رو دولت یا حکومت ازمون گرفته، لااقل این یکی رو حفظ کنیم. ولی حکومت عملا دهه هاست داره با استفاده از منابع زیرزمینی و محیط زیست کشور مردم رشوه میده تا رضایت لحظه ایشون رو تامین کنه. حالا دیگه محیط زیست کشور کشش نداره واقعا. ایران دیگه نه آب داره نه هوا. پول نفتم که با تحریم و کاهش قیمت نفت ته کشیده. برای این دیگه نمیشه این مسیر رو ادامه داد و این وضع یارانه انرژی که پرداخت میشه یه جایی باید تموم بشه. راه درستش هم اینه که دولت اگر یارانه قرار هست بده، یارانه رو مستقیما همش رو بده به مردم و قیمت انرژی رو به قیمت‌های منطقه‌ای، به قیمت‌های نزدیک به قیمت واقعی برسونه. اون وقت می‌بینید برای کاهش مصرف انرژی هیچ نیازی به هرگز نشه فراموش و اینجور شعارها و توصیه‌ها نخواهد بود. نیروگاه‌های مستهلک شده هم برای به‌روزرسانی و توسعه‌شون دیگه نیاز به پول دولتی نخواهند داشت و بخش خصوصی وارد میشه و این کارها رو انجام میده. در عین حال فکر می‌کنید که اگه خیلی کوتاه بفرمایید، این که میگید نسبت به کشورهای دیگه قیمت انرژی در ایران پایین هست، آیا فکر میکنید مردم میتونند قیمت بیشتری رو یا هزینه بیشتری رو تحمل بکنند؟ دولت بر اساس محاسباتی این قیمت رو تعیین کرده دیگه. ببینید، دولت یه بخش عمده ای از بودجهش هر سال یارانه پنهانیه که به انرژی داده میشه. علاوه بر این یه بخش عمده ای از این هزینه هایی که مردم باید بدن از جیبشون داره از هزینه محیط زیست به منابع زیرزمینی ایران داده میشه. اینو تا یه جایی ما دهه هاست ادامه دادیم، دیگه جا نداره، دیگه امکانش وجود نداره و بالاخره باید اینو متوقف کنیم. در ازاش هم اگر واقعا یارانه به معنای واقعی، یارانه نقدی معادل حذف این یارانه های پنهان به مردم پرداخت بشه، مطمئن هستم که به مردم همون فشاری که شما اشاره کردید نخواهد بود. ممنونم از شما هادی چاوشی، روزنامه‌نگار اقتصادی. اما برای بحث بیشتر در این مورد، حمیدرضا شکویی خبرنگار حوزه اقتصاد انرژی از تهران به ما پیوسته. به نظر میرسه که البته ارتباطمون با آقای شکویی قطع شده، امیدواریم اگر بتونیم دوباره ارتباط رو برقرار بکنیم با او بعدتر صحبت بکنیم. اما بریم سراغ مطلب بعدی، شلدون ادلسون میلیاردری که در کمک به محافظه‌کاران آمریکایی و اسرائیلی مضایقه نمی‌کرد در 87 سالگی درگذشت. آقای ادلسون یکی از بزرگترین حامیان مالی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بود. آقای ادلسون با اینکه سیاستمدار نبود، تاثیر زیادی بر سیاست دو کشور آمریکا و اسرائیل و به تبع اون کشورهای دیگه جهان داشت. سام فرزانه از واشنگتن گزارش می‌دهد. شهرکی ساختگی شبیه به شهر ونیز ایتالیا در دل کویر در ایالت نوادای آمریکا. اینجا هتل و کازینوی ونیشین در شهر لاس وگاس است. یکی از هتل‌های میلیاردر معروف شلدن ادلسون. آقای ادلسون که در خانواده فقیری به دنیا آمده و کودکی سختی داشت، راه پولدار شدن را آموخت و به یکی از غول‌های لاس وگاس تبدیل شد. او بخشی از سرمایه خود را صرف پیشبرد اهداف سیاسی و اعتقادی خود کرد. دیوان عالی آمریکا در سال 2010 میلادی بسیاری از محدودیت‌ها بر سر کمک به کارزارهای انتخاباتی در آمریکا را برداشت، اقدامی که بسیاری را در این کشور برآشفت، اما گروهی از نامزدهای حزب جمهوری‌خواه را هم از کمک‌های بزرگ آقای ادلسون بهره‌مند کرد.
در اسرائیل هم بنیامین نتانیاهو یکی از سیاستمداران مورد علاقه آقای ادلسون بود. رسانه‌های آقای ادلسون به بالا رفتن محبوبیت آقای نتانیاهو کمک کرده بودند. شلدون یک وحدی وطن دوست بود. او برای ارتقای جایگاه اسرائیل، برای ارتقای جایگاه آن در ایالات متحده و برای تقویت روابط اسرائیل با جامعه یهودیان آمریکا تلاش کرد. در سال 2016 میان حامیان دونالد ترامپ او بیشترین کمک را به آقای ترامپ کرد، 25 میلیون دلار، و یکی از مهمانان ویژه در مراسم تحلیف او بود. بعدها آقای ترامپ هم یکی از خواستهای او را انجام داد، انتقال سفارتخانه آمریکا از تل آویو به بیت المقدس. باز هم او در میان مدعوین بود و این بار در صفحه اول. آقای ادلسون یهودی بود و در کشمکش‌های بین ایران و اسرائیل از اسرائیل هواداری می‌کرد. او معتقد بود که به جای مذاکره با ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور، باید عملاً ایران را به صلح وادار کرد. تلفن رو برمی‌داری و به یکی در نبراسکا میگی که بندازش بره. بعد یه بمب اتمی رو به وسط کویر پرتاب می‌کنی که کسی صدمه نبینه. شاید یک چند تای ما رو عقرب بمیرن. بعد بهشون میگی بعدی وسط تهران میخوره. اگر میخواید از صفحه روزگار حذف شید، سرسختی کنید و برنامه هسته‌ایتون رو ادامه بدید. اگر هم میخواید صلح‌آمیز باشید، عقب نشینی کنید و ما گارانتی میکنیم که شما نیروگاه هسته‌ای برای تولید برق داشته باشید. آقای ادلسون یکی از کسانی بود که از تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر ترک برجام استقبال کرد. گزارش شده که ایران هم در مقابل با حمله سایبری به کسب و کارهای آقای ادلسون او را به دردسر انداخت. سام فرزانه، بی بی سی در واشنگتن. در آمریکا ماجرای یورش گروهی از هواداران دونالد ترامپ به ساختمان کنگره هنوز در صدر خبرهاست. پلیس فدرال آمریکا حالا هشدار داده که همزمان با مراسم تحلیف جو بایدن، گروه‌های شبه نظامی حامی دونالد ترامپ در صدد برگزاری تجمع‌های مسلحانه در مراکز 50 ایالت آمریکا هستند. همزمان تدارکات امنیتی برای برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری در حال افزایش است، اما جو بایدن گفته هراسی از برگزاری این مراسم در فضای باز مقابل کنگره ندارد. از سوی دیگر دونالد ترامپ در اولین مواجهه با خبرنگاران بعد از حمله هوادارانش به کنگره گفت هیچ نقشی در این ماجرا نداشته. هادی نیلی خبرنگار ما از مقابل کنگره آمریکا با ما هست. هادی، چه قانونگذاران آمریکایی چه تدابیری رو در نظر گرفتن که شبیه آن اتفاقی که افتاد در مقابل کنگره و داخل کنگره دوباره نیفته؟ به درخواست شهردار واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا، و با تایید رئیس جمهور دونالد ترامپ قرار شده که حداقل 10,000 نیروی گارد ملی اینجا در پایتخت مستقر بشن. ولی اینکه چطور این اجرا میشه الان که کفیل وزارت امنیت داخلی استعفا داده از سمتش روز گذشته اعلام شد، یکم مبهمش کرده. از قضا اساسا ظاهرا این استعفا یکی از که استعفایی بوده که در اعتراض به رفتار رئیس جمهور آمریکا، نحوه موضع گیریش و همینطور حرفایی که روز چهارشنبه اینجا در مقابل کاخ سفید زد ارائه شده. در این ساعات گذشته گزارشی در رسانه آمریکا منتشر شده که اونها سندی رو دیدند که حاکی از این دفتر FBI در ایالت ویرجینیا، پلیس فدرال آمریکا دفترش در ایالت ویرجینیا که شمالش هم مرز با پایتخت آمریکا هست، 2300 متر از اینجا فاصله داره مرز اون ایالت، هشدار داده بوده. روز قبل از حمله هواداران آقای ترامپ به کنگره هشدار داده بوده که این گروه‌های راستگرا دارن چنین حمله تدارک می‌بینن، چنین مقدماتی دارن می‌چینند. ما به خاطر همین تعمیداتی که الان در شهر واشنگتن جریان داره نمی‌تونستیم بیشتر از این نزدیک کنگره بشیم. بعد هم نیست، یه مقدار فاصله دارم. شما می‌بینید که در این خیابان، حالا شاید پشت سر من ببینید، پرچم‌ها رو افراشتند، آماده میشن برای روز تحلیف، روز سوگند ریاست جمهوری جو بایدن که روز 20، یعنی 8 روز دیگه داره برگزار میشه، چهارشنبه هفته آینده. و در چنین فضایی که آمریکا به استقبال رئیس جمهور جدید، رهبر جدید در کاخ سفید میره، همچنان شهر در چنین فضایی، همچنان داره جزئیات تازه مطرح میشه در مورد اینکه چه نشانه هایی وجود داشت از حمله ای که قرار بود روز چهارشنبه هواداران تندروی آقای ترامپ بکنن. و خود دونالد ترامپ ساعتی پیش برای اولین بار که با خبرنگاران مواجه شد بعد از اون ماجرا، بعد از ماجرای اون روز، حاضر نشد قبول بکنه مسئولیتی رو، انکار کرد که هیچ مسئولیتی داشته، گفته که حرفهای من هیچ دعوتی به خشونت نداشته، ما خشونت لازم نداریم. ولی خب کسانی که آقای ترامپ رو متهم میکنند به اینکه
نقش داشته در برانگیختن خشونت، در برانگیختن شورش روز چهارشنبه. اشاره میکنن که در حرفاش او گفت که با قدرت و مقاومت فقط میشه حق رو گرفت، گفت که راه میفتیم به سمت کنگره، گفت که با رفتن به سمت کنگره از اون اعضای کنگره که به گفته او شجاع هستند دفاع میکنیم، و تاخت به مایک پنس معاونش که گفت شجاعت کافی نداشته برای اینکه کاری که لازمه رو بکنه. منظور آقای ترامپ این بود که آقای مایک پنس معاونش برخلاف قانون آرای ایالت‌ها، آرای مردم آمریکا رو کنار بگذاره. و در روزی که حامیان تندروی آقای ترامپ به کنگره حمله کردند هم صداشون ضبط شده، فیلمش هست که میگن مایک پنس رو دار بزنید، در واقع بابت اینکه مایک پنس همراهی نکرد با صدای آقای ترامپ. و الان در کنگره از یک طرف دارن قطعنامه رو تصویب میکنن تا ساعتی دیگه که در مجلس نمایندگان تصویب میکنن، که از معاون رئیس جمهور و کابینه رسما میخواد که ظرف 24 ساعت یا آقای ترامپ رو خلعیت بکنه طبق متمم قانون اساسی، متمم 25 قانون اساسی، یا به کنگره اطلاع بده که چنین قصدی نداره. و از طرف دیگه گروهی از دموکرات ها، در واقع دموکرات ها در مجلس نمایندگان دارن پیشنویس استیضاح رئیس جمهور رو پیش میبرن که اگر این استیضاح جلو بره، برای اولین بار آقای ترامپ رئیس جمهوری است که دو بار در دوره ریاست جمهوریش، اون هم یک دوره 4 ساله، استیضاح شده. و این استیضاح خیلی بعیده که تا قبل از کنار رفتن آقای ترامپ از قدرت به نتیجه برسه، ولی دموکرات‌ها امیدوارن که با استفاده از قانونی که خیلی قدیمیه، مربوط به دوره جنگ داخلی آمریکاست، که ایالت‌های جنوبی، ائتلاف ایالت‌های آمریکا در جنوب با اتحاد ایالت‌ها یعنی ایالات متحده در جنگ بودن، و قانونی گذاشتن که بعد از جنگ داخلی دیگه سردمداران و فرماندهان جنگ داخلی در ایالت‌های جنوبی نتونن برای سمت‌های فدرال در دولت آمریکا نامزد بشن، انتخاب بشن. طبق اون قانون دموکرات‌ها امیدوارن بتونن بلکه در مجلس سنا هم رأی چند سناتور جمهوری‌خواه رو بگیرن و با توسط به اون قانون بگن، چون آقای ترامپ شورش و آشوب روز چهارشنبه رو تحریک کرده، دعوت کرده بهش، او رو محروم بکنن از اینکه 4 سال دیگه در انتخابات ریاست جمهوری یا در هر انتخابات دیگری برای دولت فدرال نامزد بشه. چون میدونیم که هم آقای ترامپ تلویحاً گفته بود و هم گمانه‌زنی‌ها وجود داشت خیلی جدی در مورد اینکه آقای ترامپ قصد داره به ریاست جمهوری برگرده یا تلاش بکنه که برگرده در انتخابات دیگر. ممنونم از هادی هادی نیلی، خبرنگار ما از مقابل کنگره آمریکا با ما. در مالزی عده‌ای از شهروندان ایرانی که به جرم حمل مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، با توقف اجرای حکم اعدام در زندان‌های این کشور در برزخ ماندند. صداها و تصاویری که از زندان به دست بی بی سی فارسی رسیده، شرایط نامناسب بهداشتی و وضعیت روحی نامساعد برخی از این زندانیان رو نشون میده. پرهام قبادی گزارش میده. الان 10 سالی که بچم اسیر شده، سر یه اشتباه داره 10 سال تاوان میده. نمیدونیم چقدر سخته 10 سال بچه‌مو ندیدم. درد دوری از فرزند. پسرش 6000 کیلومتر دورتر از خانه زندانی است، در مالزی. میگوید برای دیدار فرزندش بعد از سالها به این کشور رفته، اما نه به کوالالامپور. زندان جایی است پرت و دور افتاده که ساعتها با پایتخت فاصله دارد. فرسنگ ها دورتر از خانه، تنها برای چند دقیقه ملاقات. رسیدم به یه خرابه که بچه اونجا زندانیه. بعد تازه تونستم 20 دقیقه بچه رو ببینم. از پشت شیشه، از پشت میله. دستش بسته بود. خیلی سخته این همه مسافت رو بری نتونی بچه تو بو کنی، نتونی بچه تو بغل کنی. این حجم بدبختی رو من کجا بیده همچه رو بدم؟ تو رو خدا کمکمون کنی. خانواده های دیگر هم گلایه های مشابهی دارند. مسافت طولانی، هزینه های بالا و ملاقات های کوتاه بعد از سالها انتظار. و ما دقیقاً 11 سال با این مشکل داریم زندگی میکنیم. بنده یه بار با تمام مشکلات مالی به مالزی رفتم و تنها توانستم با تمام مخارجی که کرده بودم فقط 10 دقیقه برادرم رو ملاقات کنم، اونم از پشت شیشه تلفنی. به خاطر دوری از وطن و
شرایط بد خانواده ها که خب نمیتونن همچین هزینه هنگفتی رو بدن و بیان دیدن بچه ها. خود ما 12 ساله که برادرمون رو ندیدیم و واقعا نمیدونیم چی قراره به سرش بیاد. 12 سال از بهترین روزهای زندگی از سن 20 سالگی تو بدترین شرایط به سر برده و واقعا دیگه ناامید شدن این بچه ها. اما برخی از خانواده ها توان مالی همین یک سفر را هم ندارند. والا داداشم الان 11-12 سال تو زندان مالزیه. خانواده ما یه روستایی هستن. پدرم یه چیزم نداشت. حتی خدا رو شاهد میگیرم 1 میلیون تومان نداشت واسش بفرسته. بابام پول نداشت که از شمال مثلا برای یه بار دوبار بره تهران زن بچهشو ببینه تا این اندازه بود. ناامیدی بعضی از زندانیان را به مرز خودکشی کشانده. صدای یکی از زندانیان محکوم به اعدام که به دست BBC فارسی رسیده از روحیه نامناسب او حکایت دارد. میگوید درخواست کرده حکمش را اجرا کنند. مالزی از 3 سال پیش اجرای حکم اعدام را موقتاً لغو کرده. آخرین گزارش سازمان عفو بین الملل در سال 2019 نشان می‌دهد 1281 نفر در مالزی به اعدام محکوم شدند. اکثرشان به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر. از این تعداد 568 نفر خارجی‌اند. اطلاعات دقیقی از شمار زندانیان ایرانی در دست نیست. اما خود زندانیان به ما گفتند 80 ایرانی به اعدام محکوم شدند. از مجموع 124 زندانی ایرانی در مالزی. در غربت آرزویشان دیدار خانواده است. یکی دیگر از زندانیان محکوم به اعدام میگوید بعد از سالها تنها از طریق تماس تصویری توانسته فرزندش را ببیند. میگوید برای هزینه داروهای سرطان همسرش این کار را کرده. همسری که بازگشتش را ندید. بعدها که ما گوشی تصویری گرفتیم من بعد از 8 سال دخترم رو دیدم. بعدم این که همسرم که دست دادم دیگه. دخترم میشه مادر خانم پدر خانممه. همسر من کانسر داشت. مشکلات مالی من باعث شد که من یه همچه اشتباهی بکنم دیگه. یعنی من تا لحظه آخر که ایشون از دست بره من هزینه کردم. آمپولای دونه 7 میلیون 4 میلیون نشد دیگه. حالا ناراحتم نیستم. زندانیان از وضعیت نامناسب بهداشتی شکایت دارند. از سلول‌های کثیف، مریضی‌های پوستی و نبود داروهای مورد نیاز. طوری من مریضی پوستی رو گرفتم که دستام یه روز صبح خوب نشدم همش تاولای چرکی زده. دستام تا نمیشه. نمیتونستم هیچ کاری بکنم، چیزی بخورم، دست به چیزی بزنم. هم دیگه ازم ترسیده بودن. یادمه که یه ظرفایی میدادن با بتادین. بعد ظرفا رو من نگاه کردم و تو دیدم که اینا میمالن به همه جای بدنشون با یه دیگه پنبه. ظرف که تموم میشه میدن به اون کارگره همینجوری یه آب میزنه دوباره بتادین میزنه به نفر بعدی ظرفای پلاستیکی یه بار مصرفو. یعنی نه تعویض. اینقدر ترسیدم که گفتم نه من این کارو نمیکنم. من اگه بمیرم کار نمیکنم. احتمال داره من هپاتیت بگیرم، احتمال داره ایدز بگیرم. چون بدنا باز بود، پوستام باز شده بود، خون میومد، چرک میومد، بدنه اونا هم همینطور. یکی از ایالتهای زندان مالزی. نگاه کنید جو، نگاه کنید تو رو خدا. تصویری که به دست BBC فارسی رسیده داخل یکی از زندان‌ها را نشان می‌دهد. زندان غربت و نگاه قفس. این حیوان انداختنمون تو. و این محوطه داخل یکی از سلول هاست. ایران بارها خبر داده در حال مذاکره با مالزی برای استرداد مجرمان است.
در سال 96 خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه این خبر را منتشر کرد. موافقت نامه استرداد مجرمان بین دو کشور. گفت در دستور کار وزارت دادگستری قرار گرفته و در آینده نزدیک از سوی مقامات دو کشور امضا خواهد شد. اما ظاهرا هنوز این قرارداد بعد از حدود 4 سال امضا نشده. در این مدت 11 سال بارها و بارها وزارت امور خارجه یا سفارت مالزی مراجعه کردیم و هیچ جواب قانع کننده ای نگرفتیم. خانواده ها می گویند مقام های ایران و مالزی پاسخگو نیستند. چقدر داغام بدن، یه اشتباه کردن ولی چقدر داغام بدن. تاوانی سنگین که زندانیان و خانواده هایشان با هم می پردازند. پرهام قبادی، بی بی سی. نیلوفر ابراهیم و سعید طهماسبی دو زوج جوان پرواز اوکراین بودند. اونها برای ازدواج به ایران رفته بودند و چند روز بعد از جشن عروسی به لندن برمیگشتند که در فاجعه سرنگونی هواپیما جان باختند. خانواده قربانیان پرواز اوکراین میگویند به دنبال دادخواهی و مجازات مسئولان این فاجعه هستند. مریم افشنگ گفتگویی داشته با شهین شکویی و سعید ابراهیم، مادر و پدر نیلوفر ابراهیم. ما همزمان با این حادثه در همون ساعت هممون مرده ایم. خانواده ابراهیم 1 سال است عزادار از دست دادن دو عزیز هستند. دخترشان نیلوفر ابراهیم 34 ساله، فارغ التحصیل فوق لیسانس دانشگاه کینگستون لندن، و دامادشان سعید طهماسبی دانشجوی مقطع دکترای دانشگاه امپریال کالج لندن. داماد جونم، عروس نه چک زدیم نه چونه، عروس آوردیم تو خونه. عروس خوشگله؟ عروس خیلی خوشگله. داماد چطوره؟ دامادم خوبه. وقتی با سعید آشنا شدی، سعید چه پسر خوبیه، چقدر با شخصیته، چقدر باهوشه، چقدر شخصیت حمایتگر داره. عاشق این پسر شد و تمام سعیشو که از ظرف 2 ماه آیلتسشو گرفت، بعد پذیرش از دانشگاه کینگستون لندن گرفت، راه رو هموار کرد که خودشو به سعید برسونه. و در کنار سعید واقعا احساس خوشبختی میکرد و سعید هم در کنار نیلوفر احساس خوشبختی میکرد. اومدن برای جشن ازدواجشون در کنار خانواده در ایران، در شهر لاهیجان عروسیشون رو برگزار کردن و متاسفانه موقع بازگشت فاجعه ایشون براشون رقم خورد. مادر نیلوفر میگوید حرف‌های مسئولان جمهوری اسلامی در 1 سال گذشته ضد و نقیض بوده و آن را به زنجیره عذاب تشبیه می‌کند. مثلا عنوان کردن که دستگاه پدافند 107 درجه خطا داشته. در صورتی که در یکی از جلسه‌هایی که برگزار شد مشخص شد که اون فردی که اپراتور بوده 9 سال سابقه تدریس در سوریه رو داشته. چطور یک همچین فردی ممکنه مرتکب خطا بشه؟ چطور ممکنه که همچین فردی هواپیمای غول‌پیکر رو با یک موشک کروز از نظر اندازه، از نظر سرعت، از نظر نمایشگر حرارتی، از نظر جهت بخواد اشتباه بکنه؟ این توجیهاتی که میکنن برای ما غیر قابل باوره، غیر منطقیه. چرا حریم هوایی رو اون شب باز گذاشتن؟ خود آقای حاجی‌زاده در مصاحبه‌ای که کردن فرمودن که پرتنش‌ترین شرایط جنگی برقرار بوده. چرا حریم هوایی رو نبستن؟ آقای ظریف میان میفرمایند که به دلایل فنی و سیاسی و امنیتی باید این حریم هوایی باز میموند. چه چیزی میتونه توجیه بکنه که شما سرنشینان یک هواپیما به عنوان یک سپر انسانی ترقی بکنید، اینها رو در یک قفس آهنی جمع بکنید، محکوم به مرگشون بکنید، به آتیش بکشونید، بسوزونیم، تیکه تیکهشون بکنیم و بعد بیاریم توجیه بکنیم که دلائل امنیتی و فنی و سیاسی بوده که بایستی این حریم هوایی باز میمون. خب این یک زنجیریه که واقعا همه اینو مرتکب جنایت جنگی شدن. خانواده ابراهیم مانند دیگر خانواده های کشته شدگان هواپیمای اوکراین 1 سال است خواهان روشن شدن حقیقت و مجازات عاملان و آمران این فاجعه هستند. گرفتن غرامت حق جانباخته ها و خانواده های جانباختگان هست، پرداخت غرامت. ولی این آخرین اولویته. اولویت اول، دوم، سوم، چندم روشن شدن حقیقت است و باز و محاکمه افرادی که در این مسئله دقیق بودن. بچه های ما دیگه بر نمی گردن. از پدر و مادر داغدار نیلوفر پرسیدم آیا کسی از مقامات حکومت ایران در 1 سال گذشته با آنها در تماس بوده؟
در عمق درد و ناراحتی هستیم، هرگز یک مسئول پاسخ نداده. حتی برخی از گفته ها و مصاحبه ها برای ما زجر بوده که گفته میشه که مثلا در روز معادل مسافرهای یک هواپیما از کرونا میمیرن. اصلا این چه توجیهی هست؟ این بچه ها قتل رسیدن، این که کلمه شهید روشون گذاشتن، حتی اساس تفکر خودشون و اعتقادات خودشون رو هم زیر علامت سوال بردن. و بچه های ما داشتن میرفتن سر خونه، زندگیشون بسیار بسیار خوشحال بودن، خوشبخت بودن، تحصیل کرده بودن، کار داشتن. برخی از خانواده قربانیان پرواز PS752 که در ایران زندگی میکنند پیشتر گفتند مورد تهدید و فشار بودند. تلفن هایی بوده که به زور میخواستن القا کنن که فرزندان ما شهید شدن، که این برای ما بسیار ناراحت کننده بود. دوم این که از دفتر حقوق بشر قوه قضاییه وکیل هایی رو میخواستن به ما تحمیل بکنن که توسط وکیل های خودشون پرونده های این پرونده شکایت ما رسیدگی بشه، که این هم رو ما قبول نکردیم و این رو غیر منطقی میدونیم. و وکیل های ما تا کنون حق ورود به پرونده رو پیدا نکردن. ما اصلا نمیدونیم پرونده چه مسیری رو تا طی کرده و چه کسایی دستگیر شدن، آیا اصلا کسی بازخواست شده، آیا از کسی تحقیق شده. وکلای ما اطلاعی ندارن. و پرونده بعد از یک سال بسیار مسخره است که تو مرحله بازپرسیه، یعنی حتی پرونده در عرض این یک سال به دادگاه نرفته. برای ما تلاش هامون می کنیم با خانواده بزرگ جانباختگان، همه با هم متحد هستیم، خواستمون رو پیش میبریم و سعی میکنیم حتی اگر شده در دادگاه های بین المللی کسانی که مرتکب این جنایت بزرگ و فجیع شدن پاسخگو باشیم. نیلوفر ابراهیم و سعید طهماسبی چند روز بعد از جشن عروسی تهران را به مقصد لندن ترک کردند، با پروازی که هیچگاه به مقصد نرسید. هر دو در کنار هم در آرامگاهی در لندن دفن شدند. ما روحی هستیم که در این دنیا ماندیم تا عاملین به مجازات، کار دیگه‌ای در این دنیا نداریم. برای هر دو خانواده عکس‌ها، ویدیوها و خاطرات پر از جوانی هر دو مانده. از جمله این ویدیو، آخرین تصویر از نیلوفر در حال خداحافظی با پدر و مادرش. مریم افشنگ، BBC. به پایان این 60 دقیقه رسیدیم. اما بدونید که میتونید این برنامه و تکرار برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت BBC فارسی و همینطور در یوتیوب تماشا بکنید. ممنون که همراه ما بودید و ممنون که BBC فارسی رو انتخاب کردید.